خب دوستان این چیزی که الان حالا من میخوام امروز ارائه بدم در مورد یه ماکرو پترن هایی هستش که این گروه ساخته بودن و میخواستن نورولیشن رو که در جنین اتفاق میفته رو میمیک کنن در خارج از بدن و ببینن که چجوری میتونن این مدل رو داشته باشن و چه تأثیری بر روی سلول های جنینی داره. من یک بار دیگه تستی بکنم اینجا رو. خب کسی رو نداریم فعلا. به همین خاطر اینا اومدن از روش های مهندسی شده و ماکروفیلیتیک استفاده کردن که حالا بهتون توضیح میدم. توی نیچر متریال چاپ شده، مقاله خیلی جالب و حالا خیلی روش کار شده بود و چون میگم اینو من چند روز پیش ارائه دادم واسه یک گروه دیگه، این آماده داشتم که حالا امیدوارم که به دردتون بخوره این سیستمش. و من یه توضیح کوتاهی، البته دوستان آناتومیست و جنین شناس اینجا زیاد هستن و خیلی بهتر از من میتونن اینو توضیح بدن در مورد نورولیشن، که حالا من یک توضیح کوتاهی درباره امبریو دیولپمنت میدم خدمتتون و بعدش هم نورولیشن و بعد بهتون میگم که چه حرکتی اینا زدن که بتونن اینو شبیه سازی کنن در خارج از بدن و چه نتیجه میتونه از این کار بگیرن واسه استفاده های بعدی. بله کسی رو دوباره نداریم. خب وقتی که حالا ما فرتیلیزیشن رو داریم که از اینجا شروع میشه، در هفته های بعدی یعنی هفته سوم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نورولیشن اتفاق میفته که نورولیشن اتفاق میفته که این به این صورت هست که ما یک نورال پلیت رو داریم که تجمع سلول ها و گاسترولیشن هست که تو اون زمان اتفاق میفته و بافته های مختلفی که از سلول هایی که تو این نایه هستن بر اساس اون تغییرات هورمونی و تغییرات غلظت اون هورمون هایی که اونجا ترشح میشه هست. و یک فاکتوری دیگه که نقش داره و جدیدن بهش پی بردن تغییراتی هست که بر اساس تغییرات مکانو ترانسداکشن ها و سیگنالینگ هایی که بر اساس این به سلول ها میرسه هم باعث شده که این سلول ها به سل لاین های مختلفی و رده های مختلفی تمایز پیدا کنن. حالا من یک ویدیویی هست اینجا واسه تون میذارم که یک توضیح کوتاهی رو میده و یک انیمیشنی هست که بشن این مرحله نورولیشن جا بیفته واسه تون و بعدش من مقاله رو ارائه میدم. فقط اینکه The first event of neurulation is the formation of a thickened area of cells called the neural plate. The neural plate forms at the cranial end of the embryo and grows in a cranial to caudal direction. The cranial or head end of the neural plate indicates the region of the future brain, and the narrower caudal or tail end represents the future region of the spinal cord. By the end of the third week of development, the lateral edges of the neural plate become elevated and move together to form the neural folds. The resulting space created by the folding of the neural plate is called the neural groove. The neural folds fuse together, and the neural plate transforms into the neural tube, the precursor to the central nervous system. Fusion of the neural tube usually begins in the middle of the embryo, extending in both cranial and caudal directions. During the closure of the neural tube, cells on the crest of the neural folds detach, forming a new cell population called the neural crest. These cells contribute to the formation of the peripheral nervous system. Once the neural tube has completely fused, the process of neurulation is complete. Okay. خب بعد تو این کلیپ و حالا انیمیشنی که نگاه کردید مرحله نورولیشن رو توضیح داد و در انتها حالا
از وقتی که این اتفاق میفته این سلول ها میرن حالا سیستم CNS یا PNS و که سیستم عصبی مرکزی و محیطی هست رو تشکیل میدن بعدن تو جنین و انسان، و همچنین بافته دیگه که حتی تو بدن هم تشکیل میشه بر اساس گفتم تغییرات هورمونی و تغییرات اون پیچش و خمش هایی هست که توی اون باف میفته، و وقتی که این اتفاق میفته روی سلول هم یک سیگنال هایی رو رد و بدل میشه بر اساس اون مکانو ترانزاکشن هایی که هست. حالا پس اومدن گفتن که ما اگه سه لایه رو داشته باشیم داخل جنینیک واسترولیشن اتفاق میفته که به اسم اکتودرم، مزودرم و اندودرم هست. اگه دقت کنید که انتباق توی این ویبو میفته و در حین مرحله نورال اندکشن ما یه نورال پلیتی داریم اینجا و کنارش تعداد سلولی هستن که نورال پلیت بوردر رو تشکیل میدن و اینجا هم اپیدرمال اکتودرم هست که هر کدوم از این سلول ها بعدن میاد یه جمعیت سلولی دیگر تشکیل میده و در انتها سیستم عصبی مرکزی و محیطی و سیستم حالا اپیدرمال اکتودرم رو تشکیل میدن و میسازن، که همونطور گفتم بیشتر این اتفاق بر اساس تغییرات هورمونی و تغییرات اون فاکتورهایی هست که اونجا تشکیل میشه و وجود داره. یکی از اینها بی ام پی هست که اگر دقت کنید توی میدلش وقتی که میخواد نورال پلیت تشکیل بشه ترشح و بلذت این بی ام پی خیلی پایین هست. وقتی که میریم به سمت لبه ها و سلول های هارا نورال پلیت بورده و اپیدرمایتده میبینیم که بلذت این بی ام پی زیادتر هست. ولی اگر دقت کنید سلول هایی که اینجا هستن حالت استوانه‌ای تر دارن و اینجا کوبویدال هستن، و این تغییرات شکل و تغییرات این حالت کانوی شدنش هم یک سیگنال هایی میفرسته که این سلول ها رو میبره به سمت یک لاین دیگه. حالا توی مقاله ما چیکار کردن؟ اومدن از سلول های هیومن پروپیتری استم سل استفاده کردن و یک سیستمی رو ساختن که از PDMS و CoverScript تشکیل شده بود، و اومدن از روش میکرو کانتکت پرینتینگ استفاده کردن و یک نوع از پروتئین هایی که حالا اینجا بینترونکتین هست و داخل ECM هست رو استفاده کردن، و بر اساس روش میکرو کانتکت پرینتینگ اومدن آیلند های مختلفی رو با حالا دایمتر های 300 ماکرومتر تا 800 ماکرومتر ساختن، و اینم میبینید از آنتی فولینگ پولیمر های استفاده کردن که باعث میشد از چسبندگی سلول تو اونجا جلوگیری کنه و فقط سلول ها بتونن توی این آیلند ها بچسبن. وقتی که نورال اندکشن رو اتفاق افتاد در این ویترو شما میبینید که این جمعیت سلولی که پلیپوتن استم سل بودن برخیشون در میدل تبدیل شدن به نورال پلیت که کورلیت میکنه و شبیه سازی میکنه نورال پلیت رو تو این ویوو، و نورال پلیت بوردر که در حاشیه هست خصوصیات نورال پلیت بورده رو تو این ویبو نشون داد. کل این پروسه که حالا از استخراج یعنی از سید هیومن پلیپوتن استم سل هست تا روز نهم که ما این ساختار رو داریم اینجا نشون میده که در طی روزهای مختلف مثلا اگه دقت کنید روز سوم و چهارم از محیط‌های مختلفی استفاده کردن که نورال اندکشن رو القا کنن، و در روزهای اول از کاندیشن مدیا، و شما اینجا میبینید که این تو روزهای مختلف به چه صورت بوده. این فاز کنتراستش هست و میبینید که جمعیت سلولی به صورت این مونولایر هست ولی کانفلوئنت نیست. وقتی که اینها نورال اندکشن رو دارن و اون محیط خاص رو میزنن میبینید که این جمعیت وسط خیلی کامپکت میشه و اون سلول هایی که توی
کناره ها و اطراف هستن به صورت خیلی پهن شده و خیلی مشخص از جمعیت داخل یعنی مرکزی هستن. بعد اومدن حالا ثابت کردن که آیا واقعا اینها سلول هایی هستن که شبیه سازی کنن سلول های این ویو رو یا نه، و نشون دادن که سلول هایی که داخل این سیستم شبیه سازی شده بودن تونسته بودن انکاترین را ترشح کنن، که حالا انکاترین یک آنتیبادی، یک پروتئین هست که بین سلسل جانکشن بیان میشه و باعث میشه که سلول ها به هم متصل بشن از طریق اترین جانکشن ها، ولی انکاترین فقط تو سلول های عصبی بیان میشه. در مقابل ما کلاسیکال کاترین های دیگه ای داریم مثل ای کاترین که تو سلول های معمولی مخصوصا اپیتلیال بیان میشه. و اگر شما این تصویر رو نگاه کنید تو روز دوم که هنوز نورال اندیوشن اتفاق نیفتاده، ما فقط جمعیت سلول داریم، اکثر سلول ها فقط ای کاترین رو بیان کردن. وقتی این نورال اندیوشن اتفاق میفته روز هفتم به بعد، فقط سلول های این کاترین رو دارن و یک کمی ای کاترین. و این کراس سیکشنی که هست از این ناحیه سنترال تا بوردر شما میبینید، همونطور که تو سلاید قبلی نشون دادم میبینید اینجا استوانه، اینجا کوبیدال، و تو این سیستم هم هسته سلول به این صورت در اومده. و حالا قطر این سلول چیز ضخامت این سلول ها هم به این صورت هست که تو میدل اینها هولوش 10 تا 15 ماکرومتر رو داشتن، که خیلی شبیه یعنی تو ربطش بدیم وقتی سلول ها استوانه تر هستن خب بزرگتر هست، وقتی که میرن به سمت بوردر اینها خیلی کوچکتر کوبویدال میشن، که این مدل حال تو این نمودار کامل نشونش دادن، این مدلی که شبیه سازی کرده بودن رو. بعد توی استپ بعدی اینو خواستن نشون بدن که آیا این دو جمعیتی که حالا ما داخل این چیز کلونی ها و حالا داخل این ماکرو پترن ها داریم، آیا واقعا جدای از یک دیگرن، یعنی که نه ما یک ملغمه از سلول ها داریم. و اومدن از دو مارکر استفاده کردن، یعنی یه مارکر واسه نورو اکتودرم مارکر که تو میدل بیان میشه، که همون مارکری هست که تو نورال پلیت هست، و مارکرهای بعدی مثل پکسس زیک وان یا ام اس ایکس که نورال پلیت مارکر هستن، و میبینید که به خوبی تونسته بودن بعد از 9 روز این سلول هایی که داخل یعنی مرکزی هستن تبدیل بشن نورال پلیت، و کناره هاشون هم تبدیل بشن نورال پلیت بوردر. و این نمودارها نشون میده که وقتی که ما از مرکز کلونی مرکز این ماکرو پترن ها شروع میکنیم و میریم به سمت بوردر، بر اساس حالا سایزه مختلف، مثلا اگر شما تصور کنید که مرکز رو اینا صفر قرار دادن، 50 ماکرومتر شما از اینجا اندازه گیری کنید، نشون دادن که پکسس 6 بیشتر بوده، و بعد حالا پکسس 3 هم یه مقدار از سلول رو بیان کرده. و همچنین که میرن به سمت بوردر، بیان نورال پلیت بوردر مارکر ها بیشتر میشه و اون نورو اکتودن مارکر ها بیانش میاد پایین تر، که خیلی شبیه متفاقی توی بدن میفته. و توی اتفاق بعدی که اینا داشتن انجام دادن، یعنی کار که انجام دادن، این بود که نشون بدن آیا سلول هایی که حالا اینا شبیه سازی کردن و توی این مدل نشون دادن که این سلول ها شبیه سلول های مرحله نورولیشن هست، آیا فانکشنال هست یا نه، که اومدن اینها رو توی محیط های مختلفی قرار دادن و تمایزش دادن به سمت موتور نورون ها و همچنین به سمت نورال کرسل ها. و شما میبینید که وقتی که اینها به سمت نورال
موتورها نورون های حرکتی میرن، حالا فارسیش بگم، توی مرکز اولیگودو رو بیان کردن و نسلین که حالا همه جا بیان شده، ولی سلول های اطراف این مارکر رو نداشتن. در مقابل ساکس ده که یکی از مارکرهایی بود که به سمت نورالکرست حرکت میکرد، یعنی سلول رو به سمت نورالکرست وقتی که بیان میشن این ساکس ده هم بیان میشه، میبینید که توی پریفرالش ما این رو داریم ولی داخل مرکز این وجود نداره. و من فراموش کردم که ریکورد کنم و از اینجا من ریکورد میزنم، عذرخواهی میکنم چون کلن فراموشم شد. خب میریم سراغ قسمت بعدی. بله، در اینجا میخواستن که اگر یادتون باشه تو استاد اول من نشون دادم که اینها اومدن سایزهای مختلفی از این ماکرو پتن آیلند ها رو ساختن، از 300 ماکرومتر تا 800 ماکرومتر. تو این استپ اومدن نشون دادن که حالا این اندازه این ماکرو پترن ها چه تأثیری داره بر ساختار این و مدل کردن این سلول ها در شرایط این ویترو. و میبینید که تو وقتی که 300 ماکرومتر رو ما داریم چه 500 ماکرومتر، این سیستم به خوبی شبیه سازی شده. اما وقتی که سایز میره بالاتر 500 یا 800 رو نگاه کنید، سلول های بوردر ما خیلی مشخص و خیلی ترتمیز مدل سازی نشدن. یعنی ما سلول های مرکزی رو داریم ولی اکثر سلول ها باز مارکر هایی که مربوط به سلول های نورال پلیت بوردر هستن هم بیان میکنن. همچنین اومدن دو تا آزمایش دیگه انجام دادن و اساس سید کردن سلول های مختلف توی تعداد مختلف و 5000 و 30000 سلول رو بر اساس سانتیمتر مربع ریختن داخل این ماکرو پترن ها و میبینید که وقتی که سلول ها جمعیتش پایین تر هست دوباره ما این مشکل رو داریم و سلول هایی که توی بوردر هستن نتونستن به خوبی مدل بشن. ولی وقتی که جمعیت بالا هست، یعنی شده 30000 تا هست، ما تقریبا این مدل رو داشتیم توی این سیستم ولی متاسفانه باز هم برخی از این مارکرها توی مرکز بیان می شدن. در مجموع بر اساس نتیجه که روی سایز ماکرو پترن ها و روی تعداد سلول ها گرفتن این بود که اینها سایز 400 ماکرومتر رو یه اپتیمال قرار دادن و تعداد 20000 سلول رو، که دیگه حالا همه دیتایی که من قبلا نشون دادم و بعد از این بر اساس همین تعداد و سایز هست. خب یک کار دیگه ای که اینا میخواستن از طریق اون نشون بدن این مدل سازی واقعا شبیه مدل بدن بوده یا نه، این بود که اومدن میگریشن سلول ها رو اندازه‌گیری کردن و بررسی کردن و میخواستن اینو نشون بدن که آیا سلول هایی که ما توی نایه بوردر داریم یا حتی توی نایه سنترال، آیا اینها از هم چیز شدن، یعنی دیفرنشیت شدن و جدا شدن و تبدیل شدن، یا اینکه نه هر کدوم از اون جمعیت سلولی بر اساس اون تغییرات مکانیکی و سیگنال هایی که تو اون ناحیه اتفاق افتاده دیفرنشیت شدن به اون سمت. نتایج میگریشن دیتا اینها نشون داد که این سلول ها به صورت خیلی کمی تونستن جابجا بشن و این رو ثابت کردن که این جمعیتی که توی بوردر هست نمیتونه از جمعیت داخل سنترال ما جدا شده باشه و اومده باشه اینجا، به خاطر اینکه حرکت اونا در حد 20 ماکرومتر بوده که طی اون چند روزی که بررسی کرده بودن و طی 41 ساعت، و این رو ثابت کردن که پس این اتفاق و مدلی که اتفاق افتاده به خاطر تغییرات اون مکانیکی که هست و
تو این ساز سایز 400 مایکرومتر بوده اتفاق افتاده. حالا اومدن سلول ها رو با اگر اشتباه نکنم بله ساکس 10 بود که گفتم یکی از مارکر هاست که نورال پلیت بوردر هست اینجکت کردن و ترانسفکت کردن و میبینید که سلول هایی که توی نایه بوردر هستن بعد از روز شیشم شروع میکنه به بیان این مارکر که در روز 8 و 9 ما این رو داریم و این نشون میده که سلول ها از مرکز به سمت بوردر نرفتن بلکه تو اون ناحیه که بودن شروع کردن به تمایز به سمت رده‌های مختلف. همچنین اینجا هم تایم های مختلف بیان پکس 6 و پکس 3 رو نشون میده که باز هم پرولیت میکنه به این داده هایی که اینجا هست. خب میریم سراغ بعدی. چرا نمیره؟ خب حالا اونا اومدن یک کار دیگه ای که انجام دادن و میخواستن ثابت کنن که همینطور که حالا داده های قبلی نشون داد اینکه این دوتا پاپولیشنی که توی مرکز بوردر هست پس از همدیگه تمایز پیدا نکرده بر اساس اتفاقات مکانیکی بودی که اینجا افتاده. اومدن از یک میکرواره استفاده کردن که از پی دی ام اس ساخته شده بود و حالت الاستیکه داره الاستیسیتی داره و اینجا نگاه میکنید که حالت انقبازی و کشسانی و حالا اون انقبازی که بین چجوری بگم اون اتشمنتی که بین سلول ها بوده و اون نیرویی که بین اونها بوده رو بررسی کردن. نیرویی که بین دو تا سلول و نیروی بین سلول ها تا سطح رو بررسی کردن و میخواستن ببینن که آیا این سلول هایی که در بوردر یا سنترال بودن تونستن به هم دیگر رو به صورت خیلی محکم بکشن یا اینکه نه در حالت ریلکس بودن. و وقتی که اگر اینجا نگاه کنیم میبینید سلول های نایه بوردر حالت اون کانتراکتیلیتیشون خیلی بیشتر بوده در سلول های نسبت به سلول های مرکز، ولی سلول مرکزی حالت ریلکس بودن رو دارن و اینا اومدن آنتیبادی استفاده کردن واسه ZO1 که یک پروتئینی هست که باعث تشکیل تایت جانکشن میشه توی سلول ها و این یکی از قوی ترین جانکشن های بین سلولی هست و نشون میده که وقتی این رو رنگ‌آمیزی کردن میبینید توی نایه بوردر سلول ها خیلی به هم دیگه کامپکت شدن و خیلی این سلسله جانکشن قوی تر هست نسبت به سلول های میدل. و بعد نشون دادن اینجا که آیا این بر اساس اتفاقهای مایوزین هست یا نه، که به خاطر همین اومدن از یک اینهیبیتور استفاده کردن علیه مایوزین و میبینید که وقتی این اینهیبیتور عمل میکنه این حالت انقباض و کشیده شدن سلول ها میاد پایین و دیگه ما اون مدل رو نداریم. پس نتیجه این بخش نشون داد که این مدلی که ما داریم و حالا سلول ها تو مرکز و سلول های اطراف به خوبی مدل شده بودن به خاطر میتونه اون تغییرات مکانیکی باشه که اینجا اتفاق افتاده. وقتی که این اینهیبیتور علیه مایوزین رو زدن میبینید که سلول ها هم پکس 6 رو بیان کردن همه جا و هم مارکرهایی که واسه نورال پلیت بوردر بود و ما یک مدل مشخص رو نداشتیم. خب پس تا اینجا ما نشون دادیم که با استفاده از این پترن و این سیستم میتونیم این نورال پلیت بوردر و سیستمی که توی نورالیشن هست رو شبیه سازی کنیم تو خارج از بدن. ولی اگر یادتون باشه گفتم یکی از فاکتورهای دیگه که نقش داره بحث اون فاکتورهای رشد و بحث هورمون ها هست که توی غلظت های مختلف بیان میشه و سیگنال هایی که داخل بدن هست مثل ناچ سیگنالینگ، مثل WNT، مثل هیچهاک که اینها توی گریجویشن ها و گرید های مختلفی هست که بیان میشه. یکی از اینها مثلا BMP هست
اولا توضیح دادم که توی مرکز بیانش کمتره، وقتی که به سمت بوردر میری بیانش بیشتر میشه. حالا اینا اومدن اینو کورولیت کردن با استفاده از اتفاقاتی که توی شکل سلول و اون مکانیکال سیگنالینگی که بینشون اتفاق میفته و نشون دادن که وقتی سلول ها حالت خدمت عرض کنم که استوانه‌ای داره، به حالت ریلکسش هست، مقدار بی ام پی اکتیویتی توشون پایین تره. وقتی که کشیده میشن و پهن‌تر میشن، این بی ام پی اکتیویتی توش بیان بیشتری داره، که اینا اومدن به اساس رنگ‌آمیزی که علیه پی اسمد 1.5 اگه شما نکنم بله انجام دادن، که یک فاکتوری هست که بعد از فعال شدن فکر میکنم بی ام پی بود بیان میشد، نشون دادن که این تغییرات میتونه ربط هم، یعنی اینا در ارتباط با همدیگه دارن کار میکنن. و وقتی که سلول ها حالت حالا استوانه و ریلکس داشت رو دارن، این پسوی ها فعال میشه و باعث میشه که فکتور 3 ساکس 9 و ساکس 10 اینهیبیت بشه و مهار بشه، که اینها مارکر هایی بودن واسه نورال پلیت بوردر ها. و وقتی که استرچ میشن سلول، این مارکر ها بیان میشن و این پسوی شروع میکنه به فعالیت. خب یک کار دیگه که میخواستن انجام بدن و انجام هم دادن، که نشون بدن تغییراتی که توی این اتفاق میفته، یعنی ما الان بیام یک سلول استوانه‌ای رو داشته باشیم همزمان و بعدش بیام اینو بکشیم، حالا یا تغییرات سایزی رو روش انجام بدیم و ببینیم چه اتفاقی واسش میفته. به خاطر همین اومدن از یک سیستم ماکروفلویدیک استفاده کردن که ماکروفلویدیک استرچینگ دیوایس بود. تا اونجا که من متوجه شدم، میگم حالا تو بحث مکانیکش من زیاد وارد نیستم، میتونیم از آقا محمدزاده کمک بخوایم، که 64 تا کمپارتمنت مختلف بود که بر اساس فشار اگه اشتباه نکنم هوا بود بهش وارد میشد، و این ماکرو پترن هایی که اینجا هست همطور تو شکل شماتیکش هست، یعنی بزرگ میشد و دوباره ریلکس میشد، بزرگ میشد ریلکس میشد، ولی بعد از روز دوم به بعد اینها این اعمال با اعمال فشار این تونستن تغییر بدن و بررسی کنن که این تغییر شکل چه اتفاقی چه تأثیری داره بر روی سرنوشت سلول ها. و میبینید که این وقتی که ریلکس هست و وقتی که بهش فشار وارد میشه یا از طریق این سیستم، اینها از هم دیگه بازتر میشن و حالت اون کرب بودن رو دارن و سلول هایی که روی این هستن رو اومدن توی روزهای مختلف بررسی کردن. این هم داده‌ای که اینها به دست آوردن به این صورت هست و این مارکر که ربط داره به مارکر بی ام پی سیگنالینگ، میبینید که توی حالت عادی ما توی بوردر اینو داریم که خب ربط به سیستم چیز ما داره، همون مدلی که ساخته بودن، و توی سنترال اینو نداشتن، یعنی بی ام پی توی سنترال اگه یادتون باشه کمتر بود. ولی وقتی که این نیرو اعمال کردن، چون سلول هایی که توی میدل هم هستن مثل این سلول ها حالت کشیده شده پیدا میکنن، به همین خاطر دوباره بی ام پی توشون افزایش پیدا میکنه، فعالیت بی ام پی، و میشه این رو ربط داد به این که تغییرات مکانیکی حتی روی تغییرات ترشح حالا اون فاکتور و ترشح و فعالیت اون سیستم هورمونی هم میتونه تأثیر بذاره. و اینجا هم اومدن مارکر پکس 6 و پکس 3 رو اینجا بررسی کردن و میبینید که وقتی که بهش فشار اعمال شد، سلول ها فقط پکس 3 که مربوط هست به سلول های نایه نورال پلیت بوردر رو بیان کردن، که این دیتا ها با دیتایی که اینجا هست خیلی مطابقت داره. و این عکس هم نشون دهنده تغییر سایز سلول ها و اون
زد اووان هم همطوری گفتم یکی از پروتئین ها سویت تای جانکشن هست و میبینید که وقتی که این حالا این پترن ها و این حالت کروی ها شکل میگیره، سلول ها حالت بیشتر کوبویدال میشن و حالت حالا پهن شده دارن. و ببینم دیگه چی دارم خدمتتون بگم. خب این مقاله حالا تموم شد، ولی در مجموع اینا اومدن با سیستم ماکرو پترنی که ایجاد کردن این مرحله نورولیشن رو در خارج از بدن مدل سازی کردن که خیلی میتونه کمک کنه بعدن واسه دراگ اسکرین، واسه بررسی بیماری هایی که تو این سیستم اتفاق میفته. و به نظر من کار خیلی جالبی بود که نشون دادن اون اتفاقات که اونجا میفته بیشتر در اثر مکانو ترانسداکشن سیگنالی میتونه باشه. و همین، اگه دوستان سوالی دارن که میتونیم بپرسیم.